سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و مخاطبان عزیز کانال جمهوری ایرانی رسانه همبستگی جمهوری خواهان ایران. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. در این قسمت از برنامه تحلیل روز در خدمت جناب آقای دکتر رضا علوی تحلیلگر سیاسی از آمریکا هستیم که قبول زحمت کردن همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر علوی و سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. با درود به شما و درود به بینندگان گرامی. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. داستان برجام ظاهراً برخلاف آن چیزی که جمهوری اسلامی تصور میکرد که با آمدن دولت دموکرات آقای بایدن بر سر کار در زمان کوتاهی حل و فصل بشه، ظاهراً همچنان مناقشات ادامه داره، طرفین پیام و پسخام میفرستن و هنوز هم به هر حال انتظاراتی که دو طرف داشتن برآورده نشده. جمهوری اسلامی شرط در واقع لغو تحریم ها رو برای بازگشت به برجام گذاشته و آمریکا برگشت به برجام رو در واقع شرط برداشتن تحریم ها عنوان کرده. میخواستم نظر شما رو بپرسم، در حال حاضر صحنه این بازی برجام رو چه میبینید و فکر میکنید به کجا ختم خواهد شد؟ ببینید، پاره ای از تحلیلگران برای تصور بودن که دولت بایدن دولت سوم اوباما هستش و بر اون اساس و بر این پایه نادرست تحلیل خودشون رو ارائه میدادن و تصور میکردن که در روزهای اول آمدن بایدن بسیار از مشکلات روی مسئله برجام و مسئله تحریم ها حل و فصل میشه. اما در عمل دیدیم که بدین گونه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا برای رهبری امریکا، برای دولت امریکا در حال حاضر اولویت های دیگه وجود داره. جدال با هیولای کرونا از یک سو، کاستی ها و ناراستی هایی که در دوره ترامپ بوده از سوی دیگه، و همچنین مسئله اقتصادی امریکا. ولی در مورد خود امریکا ما باید یک درک درستی از سیاست خارجی امریکا داشته باشیم. سیاست خارجی امریکا یه مجموعی هستش از سیاست گذاری ها و واکنش هایی که بر پایه تشویق و تنبیه که به شکل همزمان اعمال میشه ایجاد شده. به نظر میرسه این اجماع جدیدی که الان در حال حاضر بین دو مجلسین و دولت و به اصطلاح منابع قدرت وجود داره، این اجماع نه استراتژی امریکاست، نه تاکتیک امریکاست، بلکه نوعی انطباق با نظام بین المللی سه قطبیه که امریکا داره تلاش میکنه که به شکل عملی دو قطب دیگر رو محدود بکنه. بنابراین نحوه برخورد امریکا به مسئله برجام، به مسئله تحریم ها بر پایه این محور بنا نهاده شده، یعنی بر پایه محور تشویق و تنبیه. توی این رهیافتم امریکا چند شریک قابل اتکا داره. یعنی کیا؟ یعنی انگلیس، کانادا، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و هند. شواهد داره نشون میده که امریکا داره روی مسائل حرکت به سوی برجام بر پایه این مسئله که عجله ای نداره و در واقع داره تلاش میکنه که جمهوری اسلامی رو به گونه از این مال و خونیای قدرت یا توهم توانایی که بهش دچار شده سعی کنه که وارد میدان عمل بکنه. متدولوژی دولت بایدن در رابطه با تحریم ها و در رابطه با برجام ایران قدم به قدم جلو رفتن هستش. یعنی در واقع تیم سیاست خارجی بایدن و امنیت ملیش نه تئوریسین هستن مثل برژنسکی، نه ایدئولوگ هستن مثل جان بولتن، بلکه با اجماع، با هم سخن گفتن، با مدارا کردن با نهادهای مختلف دولت و همچنین با شبکه سازی و با یک روش پلکانی داره عمل میکنه. این متدولوژی که امریکا در رابطه با برجام داره در واقع با تقابل محاسبه شده سازگاری داره، به خاطر اینکه بتونه این ابهام و تناقض رو حل بکنه احتیاج به این نداره که حتما
دارای یک استراتژی های پیچیده سیاسی باشه، بلکه افقها رو داره هدف گذاری میکنه. این تقابل محاسبه شده، توجه کنیم، تقابل هوشمندانه، تقابل محاسبه شده، به عبارت دیگه به گونه ای فشار حد اکثری هوشمندانه، نه فشار حد اکثری که قلدرانه بود در دوره ترامپ، بلکه فشار حد اکثری که بایدن داره اعمال میکنه، محاسبه شده و هوشمندانه هستش. بنابراین در این مسئله ما با این متدولوژی پلکانی که میبینیم دولت بایدن داره اعمال میکنه، میشه این مسئله گفتش که به اون موضوع اصلی که به اصطلاح به قول معروفی که از مشاورین بایدن به کار برد، گفت باکسینگ دم این، یعنی چی؟ یعنی اینا رو جمهوری اسلامی رو باید در جعبه گذاشت، باید محصورشون کرد، و اون موقع هستش که میتونن سخن از برجام جدید بگه. آیا دکتر در زمانی که برجام در سال 94 امضا شد، خب داستان حداقل منطقه خاورمیانه متفاوت بود. ما در طول سالهای گذشته شاهد این هستیم که اسرائیل به کشورهای خلیج، در واقع حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی نزدیکتر شده و پیمان‌نامه‌هایی رو امضا کردن. کشورهای مثل امارات و عربستان اعلام کردن اگر قرار هست مذاکراتی با جمهوری اسلامی انجام بشه، باید این کشورها یا نمایندگان این کشورها هم حضور داشته باشند. اسرائیل هم خب به هر حال مطابق سابق مخالف با هر گونه گفتگو یا توافق با جمهوری اسلامی هست. تغییر در مناسبات منطقی به نظر شما چه معذوریت هایی یا در واقع چه شکلی از در واقع معذوریت رو برای دولت آقای بایدن ایجاد خواهد کرد؟ یه سری معذوراتی به وجود میاره که این معذورات و این محدودیت ها خواهی نخواهی من فهم میکنم به نفع خاورمیانه هستش. نخست اینکه این عادی سازی رابطه بین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشور عربی باید به فال نیک گرفت و سودمند هست برای خاورمیانه، برای منطقه. و از سوی دیگه این ور قضیه رو اگه خواسته باشیم بنگریم، جمهوری اسلامی اون موقعیت 5 سال 6 سال پیش و قبل از برجام یا در مقطع برجام نداره. اون جبهه مقاومت توهمی که جمهوری اسلامی درست کرده بود دارای یک سری منافذ و یک سری شکاف ها و یک سری آسیب های جدی خورده. دیگه نه حوثی ها اون توانایی ها رو در یمن دارن و نه حشد شعبی میتونه مطیع اوامر تهران باشه. دیگه نه حزب الله لبنان میتونه بدان گونه مانور بده و نه حماس و دیگران و دیگران. بنابراین این جبهه مقاومت ضعیف شده و جمهوری اسلامی هم هر حرکتی که میخواد بکنه باید بر پایه این نکته باشه. یک، اینکه وابستگی اتحاد بین کشورهای عربی داره افزایش پیدا میکنه. کشورهای عربی منطقه، عربستان یا امارات، اینا خواهی نخواهی حق دخالت، حق ورود، حق حضور در جلسات برجام رو باید داشته باشند. چرا؟ به خاطر اینکه به گونه ای موقعیت جمهوری اسلامی با این شکل میتونه در منطقه ضعیف بشه که کمتر ماجراجویی کنه. دوم اینکه خواهی نخواهی همین حوادثی که داره اتفاق میفته، چند روز پیش حوثی ها به پایگاه هایی در عربستان حمله کردن، خب اینا آسیب هایی است که به کشورهای دیگه خلیج فارس داره میخوره. ولی از سوی دیگه یه سری فرضیاتی یا یه سری در واقع انگاره‌هایی در تیم سیاست خارجی بایدن در مورد ایران وجود داره که میشه گفتش که به گونه‌ای در دوران دولت ترامپ و دولت اوباما هم وجود داشته باشه داره. این فرضیات چی هست؟ یک، اینکه امریکا، دولت امریکا بر این باور هست که فشار بر ایران جواب میدهد با تمام به اصطلاح قلدربازی هایی که دولت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی میخواد از خودش در بیاره. دوم این که امریکا بر این باور هستش که وضعیت مالی، وضعیت اقتصادی و فروش نفت ایران در نامساعدترین
شرایط خودش شاید در درازای تاریخ 42 سال اخیر بوده. سومین مسئله اینه که سیاست‌گذاری هسته‌ای و اصولا سیاست خارجی ایران فراتر از نهاد دولت، اون چیزی که به نام ظریف و روحانی اینا هستش، مطرح است. بلکه امریکا و اروپا بر این مسئله واقف هستند که با یک اشارت انگشت علی خامنه‌ای بسیاری از این تصورات، بسیاری از این مذاکرات میتونه به این ور و اون ور کشیده بشه. برابر این میدانن که طرف میز مذاکرهشون باید نماینده خامنه‌ای باشد، نه نماینده روحانی یا دولت آینده‌ای که در خرداد 1400 قرار است ایجاد بشود. از سوی دیگه به عنوان چهارمی فرضیه، دولت امریکا میدونه که پیکا به اصطلاح توقف کامل برنامه هسته ایران محتاج یک برجام جدیده، محتاج یک چارچوب جدیدی که باید گذاشته بشه. و به عنوان فرضیه پنجم، جبهه واحد امریکا، که این جبهه ما باید بگیم که اون شش کشوری که عرض کردم به عنوان متحدین امریکا و همچنین اتحادیه اروپا، همچنین اسرائیل، عربستان، اینها انتخاب های ایران رو محدود می کنند. بنابراین آمریکا تلاش خواهد کرد که موضوع هستی و ایران رو به صورت تشویق و تنبیه جلو ببره و ایجاد یک جبهه متحد و منسجم میان آمریکا و اتحادیه اروپا و اسرائیل و عربستان ایجاد بکنه. بسیار سپاسگزارم. به عنوان آخرین سال، وقت ما هم اندک هست آقای دکتر علوی. خب شما فرمودین که آمریکا ظاهرا عجله برای توافق جدید با جمهوری اسلامی ایران نداره، اما از طرفی شروط دیگری مطرح شده در چند وقت گذشته، چه از طرف اروپا، چه از طرف عربستان و حتی از طرف آمریکا، مبنی بر این که شرایط یا به هر حال حضور منطقه جمهوری اسلامی باید در مذاکرات جدید صحبت بشه، راجبش و محدودتر بشه، و همچنین روی بحث‌های موشکی ایران هم به هر حال مد نظر هست که صحبت‌هایی بشه. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خب طبیعتاً عجله بیشتری حداقل نسبت به آمریکا دارد که تحریم‌ها برداشته بشه و بتونه نفسی بکشه، آیا واقعاً جمهوری اسلامی امکان یا شرایط مذاکره بر سر مشخصاً مسئله حضور منطقیش دارد یا نه؟ در مورد مسئله حضور منطقه‌ای و وضعیت که در منطقه داره، خب خواهی نخواهی همونجور که عرض کردم، ایران و جبهه مقاومت جمهوری اسلامی داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه و از اوور قضیه جریاناتی که به اصطلاح جمهوری اسلامی به عنوان دشمنان خودش میپنداره، مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل پاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها دارن قویتر، متحدتر و همبستگیتر و مدرنتر و مدارا هم مداراتر یا ای که روابط مناسبتری پیدا میکنن. در مورد مسئله عجله، ببینید، با حفظ امریکا این ساختار تحریم‌ها رو حفظ خواهد کرد و بدون گونه نیستش که تصور بشه که تحریم‌ها رو ورداره و منتظر باشه که مطابق با خواسته ایران تحریم‌ها برداشته بشه و بعد برن پای مذاکره. بنابراین امریکا با حفظ ساختار تحریم ها اونقدر صبر میکنه تا نمایندگان حاکمیت ایران، چه کسانی که امروز به عنوان دولت روحانی معروفن و چه کسانی که پس از شهریور 1400 میان، اینا راضی به مذاکره بشن، یعنی به عبارت دیگه اینا رو نرمش کنه و با توجه به اجماع حاصل شده مواد برجام جدید رو به بحث بکشونه و به این وسیله مسئله رو جلو ببره. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رضا علوی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، که همراه بودین با من با این قسمت از برنامه تحلیل روز. من از سپاسگزارم. سپاسگزارم.